به گفته وزارت دفاع روسیه جنگنده ها این کشور در شبانه روز گذشته بارها خاک سوریه را بمباران کردند به گفته این وزارت خانه جنگنده ها تنها مواضع داعش را مورد حمله قرار دادند با این حال کاخ سفید روسیه را محکوم کرده که این کشور تنها مخالفان بشار اسد را مورد هدف قرار میدهد همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه گفته دهها ها غیر نظامی در جریان این حملات کشته شدند. دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه در این باره گفت ما از حقوقمان دفاع میکنیم از حقوق مردم روسیه در مقابل تهدید تروریسم همیشه بهتر است که در مقابل تهدیدها در خارج از مرزها بیستیم به جای اینکه در داخل کشور با مشکل مواجه شویم نیروهای اطلاف نیز در شبانه روز گذشته 27 بار در آسمان سوریه و عراق حملات هوایی انجام دادند و از رقم دقیق قربانیان غیر نظامی خبری در دست نیست. دولت روسیه میگوید بیشتر این حملات هوایی جنگنده های این کشور متوجه شهر رقه است. این شهر پایتخت گروه اسلامی داعش در سوریه است و اغلب شهروندان از این شهر گریختند.